سلام به شما، با خبر 6:30 و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 21 حمل سال 1401 هجری خورشیدی است. عناوین مهمترین خبرها: مشروط ساختن کمک‌های جامعه جهانی به دسترسی دختران به آموزش در افغانستان. مسائل سیاسی و مسائل بشری با هم جدا باشه و از مسائل بشری باید وسیله ابزار جور نشوه. رد گزارش ها مبنی بر بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغان. ما یک گروهی داریم به نام سازمان مجاهدین خلق که چند هزار نفر فقط تولید کلیپ میکنه علیه جمهوری اسلامی. جان باختن 11 تن از نیروهای امارت اسلامی در یک حادثه ترافیکی در هرات. برکناری عمران خان از سوی پارلمان پاکستان. و آمادگی ها برای آغاز کار پروژه راه آهن ترانس افغانستان. من بهرام امان میزبانتان هستم. جامعه جهانی ادامه کمک های توسعه به افغانستان را به دسترسی دختران به آموزش مشروط کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با پخش بیانیه مشترک تاکید کردند که ادامه کمک های جهانی به افغانستان افزون بر اعاده حقوق بشر و بازگشایی مکتب های دخترانه نیز بستگی دارد. نمایندگان ویژه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده پس از دیدار در بروکسل درباره اوضاع افغانستان با پخش بیانیه مشترک اعلام کردند که ادامه کمک‌های جهانی در بخش توسعه به افغانستان بستگی به حق آموزش دختران و اقدامات حکومت کنونی افغانستان دارد. نوع و دامنه کمک‌های کمک کنندگان بین المللی به افغانستان به حق و توانایی دختران برای حضور در آموزش برابر در تمام سطوح بستگی دارد و پیشرفت از بحر عادی‌سازی روابط بین طالبان و جامعه بین المللی بیشتر به اقدامات طالبان و اجرای تعهدات به ویژه به عملکرد طالبان و عملی کردن تعهدات این گروه برای مردم افغانستان و جامعه جهانی ربط دارد. نمایندگان این کشورها افزون بر رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان، روند همه‌شمول مشارکت سیاسی، مشارکت واقعی زنان، گروه‌های قومی و مذهبی، ایجاد مصالحه ملی، ایجاد حکومت همه‌شمول را برای صلح و ثبات دوامدار در افغانستان مهم دانستند. که طالبا در فکر حکومتداری هستند، باید درب مکاتب برای دختران امانند پسران را باز کنند. رشد و برابری در جامعه فقط با تسهیل و توانمندسازی و استقلال زنان و مردان میسر می شود. اما حکومت کنونی از جهان می خواهد که روند کمک های انسان دوستانه را سیاسی نسازند. مسائل سیاسی و مسائل بشری با هم جدا باشند و از مسائل بشری باید وسیله ابزار جور نشود. مردم افغانستان خواهان کمک های بشری هستند که بدون قید و شرط باشند. بانک بیش از 200 روز از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم می‌گذرد، شمار از آموزگاران زن از بی‌سرنوشتی و پرداخت نشدن تنخواهشان نگرانند. امی کسایی که نانآور فامیل خود هستند و معلمین به می معاش کم خود می‌تانند یک عیات امو فامیل خود بخرن، یعنی بر از او مسئولیتشان را رفع کنند، پس امی معلمین چی کنند؟ نړیوال ټولنه غږ کوو چې د پوهنې په ډګر کې له اسلامي عمارت سره خپلې همیشنۍ همکاري همداسې دوامداره وساتي. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ آموزش دختران را در اوضاع کنونی به افغانستان مهم دانسته و بر رفتن دختران به مکتب تاکید کرده است. کابل میگوید که بحران سیاسی کنونی پاکستان روی اوضاع افغانستان اثر نخواهد گذاشت. به تازگی در ادامه بحران سیاسی در این کشور، پارلمان پاکستان با 174 رأی عمران خان نخست وزیر آن کشور را از قدرت برکنار کرد. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید کابل میکوشد هر دو کشور روابط خوب داشته باشند و تعاملات اقتصادی و سیاسیشان گسترش یابد. شیرشاه رسولی. پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، روابط کابل و اسلام آباد بیشتر از هر زمانی نزدیک دانسته می شود. چنانچه عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه حکومت عمران خان در نشست‌های گوناگون تعامل با حکومت سرپرست در افغانستان را یک نیاز جدی دانسته و بر آزادسازی ذخایر ارضی افغانستان و رسیدگی به بحران بشری در این کشور تاکید کردند.
اکنون این پرسش مطرح می شود که بحران سیاسی کنونی پاکستان چه پیامدی بر اوضاع افغانستان خواهد گذاشت. کوم تغییر و تعور او ترازی خامخان دوی بیا دوباره د نوی ګوند سره د نوی اشخاص سره اړیکې جوړول پالیسی تغییر دل دا ډیر اثرات په افغانستان کې په دې مده خامخا لري او بیا خصوصا چې دوی کورنۍ هلته دي نو تابان دوی او مجبوریتونه هم لري دوی ته. ممکن ده چې بیا مشورې هم زیاتې وي او په هغې کې چې پالیسو کې نور خوارې څنګه راشي دا احتمال شته. نو اوبه کتی شي چې کله نوې حکومت جوړېږي ظاهره خبره ده پالیسۍ بیا هغې اعلان کړي هغې ته به لږ انتظار هم وکړو، لیکن زه نه وینم چې څه ډېر لوی بدلون به د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسو کې وي. پاکستان یکی از کلانترین شریک های بازرگانی افغانستان نیز به شمار می رود. آگاهان مسائل اقتصادی باور دارند که دامه بحران سیاسی در پاکستان بر روابط بازرگانی این دو کشور اثر منفی خواهد گذاشت. بحران ایجاد شده سیاسی در اوضاع پاکستان روی روابط تجارتی با دولت افغانستان و مردم افغانستان تاثیر به سزا و تاثیر فوق‌العاده می‌گذارد، تاثیر منفی می‌گذارد. اما کابل در این باره دیدگاه دیگری دارد. بحران کنونی سیاسی پاکستان به روابط بین افغانستان و پاکستان اثر خاصی نخواهد داشت. عمران خان پس از تلاش ناکام برای منحل کردن پارلمان پاکستان، شنبه شب با 174 رأی مخالف از سوی پارلمان آن کشور برکنار شد. سفیر ایران در کابل در واکنش به پخش نوارهای تصویری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر آزار و اذیت مهاجران افغان، آن را کار سازمان به نام مجاهدین خلق می‌داند. بهادر امنیان در گفتگو با تولونیوز می‌گوید هزاران نفر مربوط این سازمان به گونه سیستماتیک مصروف تولید این چنین ویدیوها هستند. او هدف این کارزار را مختل ساختن روابط کابل و تهران می‌داند. بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان در یک گفتگوی ویژه با تلونیوز ویدیوهای پخش شده مبنی بر آزار وضعیت مهاجران افغان را در ایران سازماندهی شده سوی حلقات می‌داند که به گفته او در پی تیرگی روابط میان کابل و تهران هستند. ما یک گروهی داریم به نام سازمان مجاهدین خلق که چند هزار نفر فقط تولید کلیپ می‌کنند علیه جمهوری اسلامی ایران. فقط تولید کلیپ میکنن که در افغانستان فعالیت میکنن، در ایران هم فعالیت میکنن، در خود ایران هم هستن. آقای امینیان همچنان میافزاید که بدرفتاری با مهاجران افغان سیاست جمهوری اسلامی ایران نیست. او میگوید که در حال حاضر سفارت افغانستان در ایران در همکاری با حکومت سرپرست افغانستان فعالیت میکند. مربوط به دولت پیشینن ولی با دولت سرپرست دارن همکاری میکنن. سفارت ایران در کابل نیز در این باره در اعلامیه ورود غیرقانونی شهروندان کشورهای دیگر به ایران را نقض حاکمیت این کشور دانسته است. از سوی دیگر سفیر ایران در کابل بر آشتی ملی در افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که با این کار جلب مهاجرت‌های گسترده گرفته خواهد شد. امیدواریم که مسائل افغانستان هم حل بشه، در اینجا یک آشتی ملی به وجود بیاد، همه اقوام اینجا خودشون رو در حکومت شریک بدونند. سفیر ایران در افغانستان می افزاید که حکومت ایران حاضر است که به خاطر حل رسیدگی با بحران اقتصادی به افغانستان در بخش های گوناگون همکاری کند و افغانستان را به خاطر رسیدن به خودکفایی کمک کند تا به گفته او شهروندان افغانستان مجبور به ترک کشورشان نشوند. البته باید بگویم که جریان مکمل این گفتگوی ویژه امشب ساعت 8 از تولونیوز به نشر خواهد رسید. اما در خبر دیگر، در یک حادثه ترافیکی در ولایت هرات 11 تن از نیروهای امارت اسلامی جان باختند و یک تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های امنیتی هرات میگویند که این رویداد اوالی ساعت 11 پیش از چاشت امروز در ولسوالی غوریان در راه هرات اسلام قلب انگام رخ داده که یک رنجر نیروهای امارت اسلامی با یک موتر باربری برخورد کرد. سخنگوی فرمانده امنیه هرات میگوید به علت سرعت زیاد موتر رنجر تمامی قربانیان این رویداد در محل رویداد جان باختند. وزارت صحت‌عامه با انتقاد از چگونگی عرضه خدمات بهداشتی از سوی نهادهای مددرسان جهانی میگوید برای حل چالش‌های بهداشتی در افغانستان نیاز است تا این کمک‌ها در هماهنگی با این وزارت هزینه شود. مسئولان در این وزارت بانک کمک‌های جهانی را در بخش بهداشت بسنده نمی‌دانند. از نهادهای جهانی خواهان افزایش کمک‌ها در بخش بهداشت کشور هستند. وحید حسن.
شفاخانه ملالای بزرگترین مرکز درمان مادران و نوزادان در کشور می باشد. اما بیماران و بیماردارانی که به این شفاخانه آمده اند از کمبود تجهیزات بهداشتی شکایت دارند. با یک خوارزده ایم صاحب دوا خریدم. توان اقتصادی ما ضعیف است. شوهرش کراچیوان است. پیسه ندارم. ما زمین چی تقاضی داریم که برای زمین دوا شکل شدم شفاخانه بده. دوا خریدیم. انتظار خانه که است بیخی چتال است. اون را برو سای میتونیم یعنی. همزمان مسئولان در این شفاخانه نیز از کمبود کارمندان بهداشتی نگرانند. کمبود پرسنل به خاطر از این کم است که مریض ها بسیار زیاد است. ازدحام فوق العاده داره شفاخانه ما. بناهن به شکل استاندارد ما کوشش نهایی خودم میکنیم که به شکل استاندارد خدمت مریض بکنیم. از سوی هم صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در توییت از اوضاع بهداشتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. خدمات صحی در افغانستان در مرز شکست است. در هر دو ساعت یک زن در دوران بارداری و زایمان جان خود را از دست می دهد. اما مسئولان در وزارت صحت عامه با رد این ادعا از چگونگی کمک های جهانی به بخش بهداشت کشور انتقاد می کنند. رساندن خدمات صحی به 100% تمام نفوس افغانستان و تمام مناطق افغانستانی هم نیاز به کمک های بیشتر دارند. و مشکل دیگه ای است که این کمک هایی که میشن اکثرت از مجرای وزارت صحت افغانستان نمیشن، بران درست اولویت بندی نمیشن و مشکل نمیتونن درست رفع بکنن. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در حال از بدتر شدن عرضه خدمات بهداشتی در افغانستان نگرانی می کند که پیش از این سازمان جهانی بهداشت و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد مسئولیت پشتیبانی مالی مرکزهای بهداشتی را در 34 ولایت به عهده گرفته اند. کابل واگذاری سفارت افغانستان در روسیه به امارت اسلامی را روی گسترش روابط دیپلماتیک دو کشور مهم می‌داند. با تازگی وزارت خارجه اعلام کرده که روز گذشته سفارت افغانستان در مسکو به دیپلمات حکومت سرپرست تحویل داده شد. کابل تاکید می‌ورزد که حکومت کنونی این حق را دارد تا مدیریت نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از کشور را به عهده گیرد و به طور مسئولانه با جهان تعامل داشته باشد. شیرشا رسولی. سفارت افغانستان در مسکو روز شنبه به امارت اسلامی واگذار شد. این ویدیو نیز نصب پرچم امارت اسلامی در سفارت افغانستان در مسکو را نشان می‌دهد. کابل می‌گوید که این کار اثر مثبت در روابط افغانستان با روسیه خواهد گذاشت. دیپلمات دولت کنونی افغانستان در مسکو اعتبارنامه خود را به دست آورده، ما بابت انکار از فدراسیون روسیه سپاسگزار هستیم و امیدوار هستیم در آینده خدمات خوبتری کنسولی برای هموطنان ما در روسیه فراهم شود. امارت اسلامی میگوید که تا اکنون دیپلمات های حکومت سرپرست در چین، ایران، پاکستان، کازاخستان، شماری از کشورهای عربی و آفریقایی آغاز به کار کردند. پذیرایی از دیپلماتان طالبان در مسکو و آنچه که طالبان او را تحویل سفارت افغانستان به دیپلماتان خیش خواندند در پی یک سلسله اقدامات دیگر صورت می گیرد که همه نشان دهنده نزدیکی مسکو به طالبان هست. روسیه فقط می خواست که یک نماینده از کابل در سفارت باشد که سفارت برشان به درد بخور شود، و اما نماینده را به حیث سفیر نپذیرفتند. هرچند نمایندگی های بیش از 10 کشور به شمول اتحادیه اروپا در کابل نیز فعال هستند، اما تا هنوز هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب پس از چند ماه بی سرنوشتی فعالیتش را از سر گرفته. مسئولان این اتاق گفتند که برای رشد کاروبار زنان و فراهم ساختن سهولت به آنان تلاش می‌ورزند و گفته آنان در هفته‌های پسین فعالیت‌های تجارتی زنان یک بار دیگر رونق یافته. ادامه خبر 6. افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای آغاز کار پروژه راه آهن ترانس افغانستان نشست سه‌جانبه برگزار می کنند. رئیس راه آهن افغانستان می گوید که تمامی آمادگی ها برای آغاز کار راه آهن مزار کابل پشاور گرفته شده و وزارت امور داخله برای امنیت این پروژه تعهد مکتوبی داده.
نشست سی جانبه درباره آغاز کار رایحان ترانس افغانستان میان گروه‌های فنی افغانستان، پاکستان و ازبکستان به روز سه‌شنبه در تاشکند برگزار می‌شود و در این نشست مسئولیت‌های هر کشور برای این پروژه منطقه‌ای مشخص خواهد شد. رئیس اداری رایحان میگوید که انتظار می‌رود ازبکستان مسئولیت ساخت رایحان را از نایب‌آباد تا مزار و سمنگان به عهده گیرد و پاکستان نیز از پشاور تا جلال‌آباد رایحانش را ادامه خواهد داد. دید پاره چه نور مر بحث و کل نجدی و وینو او کارون نور سمره مش کولای شو آسانای کو سمره جری شو رکو دید پاره سبانه به سبا مش په ترمیس کې جلسه لرو چې د جلسه د پاره زخپل روانه ما از توسعه را آهن در افغانستان حمایت میکنیم و هدف ما است که افغانستان حلقه وصل منطقه باشه و با کشورهای منطقه از طریق را آهن متصل شود. بر بنیاد پلانی که از سوی اداره رایحان افغانستان آماده شده است، رایحان ترانس افغانستان از مزار، سمنگان، پلخمری، کابل، لوگر و جلال آباد عبور می کند و سرانجام به پاکستان می رسد. وزارت امور داخلی افغانستان مسئولیت تامین امنیت این پروژه و گروه های فنی رایحان را به عهده گرفته است. کوم د اوسپنې پټلۍ چې له حیرتانه تر پیښوره پورې غځیږي، محافظت عامه په پام کې لري چې د دې د ساتنې لپاره 4000 کسان شاوخوا وګماري. د ضرورت په وخت کې که اړتیا سوه نور به هم ګمارل کیږي. روسیه و قزاقستان نیز علاقمند ساخت هرچی زودتر رایحان ترانس افغانستان هستند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری و برخ آگاهان مسائل اقتصادی و آسیای میانه را با جنوب آسیا از طریق افغانستان به سود تجارت و سرمایه گذاری کشور می دانند. سکتور خصوصی افغانستان در مجموع از این برنامه حمایت می کنیم و این برنامه انکشافی در تجارت و یا صادرات و واردات و مردم افغانستان هست. وصل شدن افغانستان از طریق مزار شریف طرف کابل و بعدن به پیشاور که خودش وصل شدن به جهان تجارت است. این خودش یک اقدام بسیار نیک و به نفع تجار بین المللی افغانستان و منطقه خواهد بود. رایحان حیرتان مزار بخش از رایحان ترانس افغانستان است که در حال حاضر بخش زیاد از کالاهای مورد نیاز کشور از آسیای میانه وارد افغانستان می شوند. از بهای ارزها هم بدانید. یک دلار امریکایی 88 افغانی و 10 پول، 1 یورو 96 افغانی و 90 پول. یک درهم امارات 23 افغانی و 70 پول، 1000 کلدار هندی 1045 افغانی. 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 487 افغانی. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. تا دیدار، بدرود.